سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. این درس به درس بعدی مرتبط هستش و اول باید اینو خوب یاد بگیرید تا بتونید درس بعدی رو مکالمه قشنگی رو داشته باشید. همچنین امروز جهت‌های جغرافیایی رو داریم که خیلی به کارتون میاد وقتی که کسی نمیدونه که شهر شما دقیقاً کجاست، یا تو ایران یا تو اینجا، و شما میخواید توصیف کنید که دقیقاً از نظر جغرافیایی مکان خونتون کجاست، مکانی که شهرتون هست کجاست. بریم ببینیم که خونه های مختلف توی انگلیس چطوری هست، اسمشون چی هست. میدونم که خیلی از شما اینو سوال میکنید و نمیتونید که درست تشخیص بدید اینا چی هستن. بریم ببینیم که هر کدوم چه معنی میده. اولی داریم terraced house هستش، اون خونه هایی که کنار هم کل یک خیابون کنار هم بغل هم و باریک خونه ها به هم چسبیدن که توی انگلیس توی یه سری محله‌ها خیلی زیاده. خب و عکسش هم اینجا کشیدم، می‌بینید که تا آخر کوچه این بار اونور به هم خونه ها کوچیک چسبیدن. اوکی، پس اینا بهش میگیم terraced house. اوکی، semi detached house خونه‌ای هستش که فقط جفت هستن. اوکی، پس دو تا خونه اینجا به هم چسبیدن، دیوار مشترک دارن و دو تا در متفاوت و دورش دیگه خونه بهش چسبیده نیست. پس این دوتا ببینید شکلش هم به این صورتش، اینجا حالا حالت پارکینگ درایوویشون هستش یا و حالا گل و گیا. پس بهش میگیم سمی دیتچد هاوس. اوکی، حالا دیتچد هاوس خونه ها معمولا اینجوری که هستن خیلی ارزون تر و خیلی کوچیک‌تر سایزشون و اینا کمی بزرگتر میشه و قیمتش بالاتر میره و اینا معمولا گرون‌ترینشون هستش که دیتچد هاوس یه دونه تک خونه است که معمولا خیلی هم بزرگتر هستش. پس به اینا میگیم دیتچد هاوس. تاور بلاک یا های رایزینگ بیلدینگ لغت آمریکاییش هستش و شما اگر در بریتیش یاد میگیرید تاور بلاک رو حفظ بکنید، چون که توی انگلیس خیلی به کار، خیلی بیشتر به کار میره تا های رایزینگ بیلدینگ. تاور بلاک به خونه‌های خیلی بلند حالت برجی میگن که آپارتمانیه ولی ساختمان خیلی بلند و بزرگی هستش، پس تاور بلاک به اونا میگن. استودیو یک اتاق هستش که فقط یه دون از خواب نداره، بدروم نداره و آشپزخونه و یه اتاق با هم سر هم هستش و دستشویی و حموم، پس اتاق خوابی نداره. معمولا استودیوها خیلی نایس سمول اند کوزی هستن. اوکی، بعدی هست جوپلکس. جوپلکس معمولا یک خونه هستش که it's got more than one story, two stories actually. پس دو طبقه داره بهش میگن جوپلکس. اوکی، جوپلکس. بانگلو به چیزی میگن که فقط یک استوری داره و یه طبقه است. همکفه، یه طبقه است، از سطح زمین بالاتر نیستش. بهش میگن بانگلو. اوکی، که معمولا خانوما و آقایونی که مسن هستن، سنشون بالاست و نمیتونن از پله بالا و پایین برن، توی بانگلوی زندگی میکنن که توی یک سطح همه خونه. اوکی، خونه میتونه دوتا اجزا داشته باشه. ترس بالکنی. ترس ها معمولا بزرگتر هستن و میتونه هم سطح هم باشه و بالکنی هم کوچیکتر هستش، همون تراس و بالکن ایرانیه. بالکن فقط کمی کوچکتر و معمولا وقتی که آپارتمان ها یک کمی بیشتر از زده بیرون و بیشتر به بیرون راه داره به اون میگن بالکنی، ولی ترس معمولا بزرگتر هستش و میتونه همسط هم باشه یا میتونه بزرگتر باشه. اوکی، این فرق عمده این دوتا هستش. معمولا ترس اینطوری هستش که میتونید از هوای آزاد استفاده کنید، یه محوطه بزرگتری دارید، میتونید صندلی بذارید و حتی بشینید. بقیه اتاقایی که توی یه خونه وجود داره داینینگ روم، یعنی اتاقی که توش غذاخوری هست، اتاق غذاخوری، آفیس، اتاق کار، گاردن، حیات یا میتونه یک باغچه کوچیک باشه، کیچن، آشپزخونه، لیوینگ روم، اتاق نشیمن، بدروم، اتاق خواب و باثروم که میشه حمام
که معمولا همون دست شد تویلت کم که میشه تویلت. خب مکانهای جغرافیایی، این که دقیقا توصیف کنید که تو چه مکان جغرافیایی هایی خونه هاتون وجود داره. خب میدونید که این قضیه خیلی راحتی که نورث، نورث یعنی شمال، ساوث یعنی جنوب، ساوث، نورث، ساوث، وست یعنی غرب، ایست یعنی شرق. حالا این بین اینجا میشه نورث وست، نورث وست یعنی شمال غربی و نورث ایست، نورث ایست شمال شرقی، ساوث وست، ساوث وست یعنی جنوب غربی که اینجا میشه و ساوث ایست که این ناحیه میشه میگیم جنوب شرقی. اوکی؟ پس امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. اگر که میتونید مکان شهرتون رو از طریق به این صورتی که گفتم و همچنین سبک خونتون که توش زندگی میکنید رو برای من توی کامنت ها توصیف بکنید و اگر اشتباه بود براتون حتما صحیحش میکنم و ازتون خواهش میکنم که اگر تا حالا سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از همه درس ها بتونید استفاده کنید و این ویدیو رو لایک بکنید. تا درس بعدی ازتون خداحافظی میکنم.